سلام، من میخواستم یک کمی در مورد امتحان استپوان صحبت بکنم، در مورد آماده شدن واسه این امتحان و در مورد ثبت نامش و کلیاتش و ریکوایرمنتش و اینها توی کانال های دیگه، یوتیوب، ویدیوها و اینها مطالب هست، خیلی هم کامل و خوبه، میتونید از اونها استفاده بکنید. من تو در مورد آماده شدن امتحان میخواستم یک کمی صحبت بکنم و نظر خودم رو بگم، اینکه چه منابعی بهتر خونده بشه و چه ترتیبی. از نظر من واسه استپ وان دو تا منبع فرست اید و یو ورد کافی هستن واقعا، و خب امتحان پس و فیل هست و این دو تا منبع به نظرم کافی هستن. من تو وقتی میگم امتحان پس و فیل هست، در واقع اینطور نیست که کم اهمیت باشه، چون با تموم شدن امتحان استپ وان کار شما با مطالبش تموم نمیشه. هم توی استپ تو برای خوندن استپ تو خیلی براتون کمک میکنه که اگه مطالب خوب یاد گرفته باشین توی استپ وان، و هم اینکه خود استپ تو مثل اینکه حالا از موقعی که استپ وان نمره نداره و فقط استپ تو هستش که میتونه شما رو با نمره بسنجه، حدود 10 تا 15% سوالات شاید پیور استپ وان باشن و از این نظر هم مهمه. برای واسه استپ تو خیلی مهمه که شما استپ وان رو خوب خونده باشی، مطالبش رو به نمره بالا گرفتنش خیلی کمک میکنه. و نکته دیگه این که حتی توی استپ توی هم حالا مثل این که یه قسمتی مطالب بیسیک و استپ وان نیاز هستش، بنابراین کلن کارتون باهاش تموم نمیشه با تموم شدن امتحان. برای همین اگه از الان خیلی خوب بخونیم و مطالب خوب یاد بگیرین که با همین دوتا من به فرست اید و یو ورد امکانش هست، میتونین کار خودتون رو راحت تر بکنین. حالا واسه استفان اگر بخوایم بخونیم، من به نظرم یو ورد خب من به اصلی تر هست و کلن مین سورستون میشه کوشن بنک که یو ورد که خیلی کامل هست و خیلی خوب مطالب رو توضیح میده. منتها اینکه اصلی هست به این معنی هم نیستش که از همون اول باید شروع بکنیم از یو ورد. به نظر من بهتره که اول از کتاب فرست اید شروع بکنیم که ذهنمون منظم بشه در مورد اون سیکشن. هر سیکشنی که میخونیم اول کتاب و بعد بریم سراغ سوالات یو وردش. اول اینکه خب وقتی کتاب رو میخونی، کتاب با اینکه خیلی خلاصه هست اما خیلی عالی اومده، مطالب رو طبقه بندی کرده و قشنگ بتونی یه ویوی کلی از اینکه در چه حد و با چه موضوعاتی توی این مبحث رو کار دارین یه ویوی کلی بهتون میده، و بعدش میتونی بری سراغ سوالات و قشنگ تو ذهنتون طبقه بندی شده سوالات رو. علاوه بر اون خب وقتی که کتاب رو خوندین بعدش میرین سراغ سوالات یو ورد، میتونی نکات مهمش رو که تو کتاب نیست اضافه کنین به کتابتون، نوت بردارین و که برای اون آخر که میخواین دور بکنین و مرور بکنید خیلی مفید میتونه باشه. یو ورد باید حتما دور بشه، یعنی یو ورد باید مداوم مرور بشه توی ذهنتون. و اینکه تعداد منبع پایین، یعنی هم که این دوتا بخونی، خوبیش اینه که بعداً جمع کردنش خیلی راحت تره، چون شما خیلی مهمه که در واقع تمام اون مطالب رو یک جا بتونید توی 2 هفته آخر همش رو مرور بکنید، یعنی همش توی از جلوی چشاتون تو اون 2 هفته عبور کرده باشه که در واقع بتونید سر جلسه امتحان ریکال بکنین و یادتون بیاد مطالب رو. بنابراین همین دوتا منبع رو اگر بخونین و بتونین مرور بکنین مداوم، یو ورد رو حداقل 2 دور مرور بکنین به نظر من. حالا میخواین نوت بردارین توی کتابتون بنویسین واسه اون 15 روز آخر که میخواین دوباره بخونین، یا اینکه هایلایت بکنین سری سوالات رو سیو بکنین واسه خودتون که بتونین دوباره مرور بکنین، یا مثلا عکساش رو یه بار بتونین مرور بکنین، اینها خیلی خوبه. بنابراین میگم لازم نیست به نظر من برای دیگه خونده بشه. منتها یکی از مشکلات این هستش که کتاب فرست اید با بیوشیمی شروع میشه و خب فرست اید خیلی خلاصه است و بچه هم اول که میان با بیوشیمی مواجه میشن و میبینن که چی یادشون نمیاد، بیوشیمی هم بیشتر از همه این حالت رو داره. در واقع حداقل واسه من اینطوری بود که بعد احساس میکنن که نباید فرست اید شروع بکنن و اینطوری متوجه نمیشن.
من خودم واسه بیوشیمی فقط ویدیو کاپلان این دکتر تورکار نگاه کردم و خیلی خوب بود به نظر من، تا بر قسمت های دیگه سکشن دیگه به نظر نیاز نیستش، یعنی من نگاه نکردم به نظرم نیاز نیست، ولی خب بیوشیمیش خوب بود، در واقع یادآوری بود برام که بتونم مطالب فرست اید رو متوجه بشم. من رابطه دیگه هم چون خودم نخوندم نمیتونم در موردشون توصیه بکنم، ولی خب به نظرم هر چقدر تعداد منبع پایین تر باشه و فوکس تر باشین و بتونین همون رو خیلی مفهوم و خوب یاد بگیرین، بهتر از این هستش که چند تا منبع مختلف داشته باشین و بخواین همشون رو بخونین، از آخرم جمع نمیشه و نمیتونین مرور بکنین و هر آنچه که مرور نکنین احتمال خیلی زیاد تو سر جلسه امتحان خیلی نمیتونین ریکال داشته باشین و یادآوری بکنین. این از این. در مورد اینکه حالا یوورد رو چطوری داشته باشیم، ما هم یوورد آنلاین داریم هم آفلاین. خب آنلاینش که باید خریداری بکنیم خود سایت یوورد و دیوریشن مختلفش قیمت متفاوتی داره و میتونیم بخریم. در مورد آفلاینش خب اکثرا از اپلیکیشن IMD هستش که این رو اپلیکیشن IMD نرم افزار حالا ایرانی هستش که شما نصبش میکنین و اون تو تمام سورس های امتحانات یو اس ملی هستش که میتونین دانلود بکنین. خب خیلی هزینهش کمتر هست نسبت به نوع آنلاین. مون تو نوع آنلاین خوبیش اینه که خیلی آپدیت هستش، یعنی مثلا تو این بازه ممکن هستش که مثلا 40 50 تا سوال جدید اضافه بشه و خب آنلاین مرتب آپدیت میشه و شما میتونین سوالات جدید رو ببینین که خب آفلاین اینطوری نیستش. اینجا فضای اپلیکیشن IMD هستش که شما اکانت میسازین و بعد میتونین توی قسمت سرچش یوورد رو سرچ بکنید، یوورد استپ 1، که در واقع براتون هم کوشن بنکش میاد، هم در واقع امتحانه سلف اسسمنت میاد که اگر اکانت VIP داشته باشین میتونین همشون رو دانلود بکنید، اگر نه برای هر کدوم باز هزینه جداگانه ای داره. خب اینجا وقتی دانلود کردیم وارد کوشن بنک استپ 1 میشین، براوز کوشن رو که بزنین این قسمت ها براتون باز میشه، آناتومی، امبریولوژی، ژنتیک، ایمونولوژی، میکروب، پاتولوژی و اینها، پاتولوژی، فیزیولوژی به این ترتیب تقسیم بندی شده و بعد وارد هر کدوم که بشین، مثلا وارد فیزیولوژی اگر بشین میبینید که سیستم ها اینجا جدا هستن، یعنی اول کاردیوواسکولار، اندوکرین، جی آی، اینها جدا هستن و سوالاتشون رو میتونید پیدا کنید. اینجا هم در واقع فضای هر سوال هستش که شما گزینه رو انتخاب میکنید، درصد پاسخ صحیح افراد رو میبینید، میتونید مطالب رو هایلایت بکنید برای برنگ‌های متفاوت، میتونید اون بالا سیوش بکنید، اون در واقع قلب اگر بزنید، بعضی از جاها هایپرلینک هست که اگر بزنید یه عکس مرتبط و یا یه فیلم مرتبط داره که میتونید ببینید برای فهم بهتر مطالب.